هوا داره رو به گرما میره و من امروز میخوام بهتون یه محیط آموزش بدم که مواد اولیه خیلی ساده ای داره، چند دقیقه هم آماده میشه، خیلی هم مبتکرانه است و وقتی درست بکنید جلوی مهمون بذارید کیف میکنه، لذت میبره ازش، انقدر که احساس خونکی بهتون میده. این محیطو خیلی ساده است، درست کردنش اصلا کاری نداره، ولی چند تا تکنیک داره که در ادامه ویدیو میخوام بهتون بگم. بریم تو کارش بچه. دو تا لیوان داریم اینجا، مادلر داریم که اگه شما نداشینم اصلا اشکال نداره، از گوشگو میتونید استفاده بکنید. شکر داریم اینجا، فعلا باش کاری نداریم. اصل کاری هندوانه است. این هندوانه رو میام چیکار میکنم؟ توی این لیوانم از این هندونه میریزم. حتما هم دقت کنید که یه هندونه شیرین رو انتخاب بکنید. بعد هندونه یک برگ نعنا برای هر کدوم از این لیوانا میخواییم. اصلا عطر نعنا توی این نوشیدنی دیوونتون میکنه. این یه برگ نعنا، پس هندونه رو ریختیم، یه برگم نعنا ریختیم. چیزی که الان بهش احتیاج داریم یک برش لیموه، ولی برشی که به لیموتون میزنید یکم باید بزرگ باشه. این یه برش لیمو، اینم دوتا. دقت هم کنید که حسه نداشته باشه، یعنی اگه حسه داشت حساشو جدا کنید. توی هر کدوم از لیوانا یه برش لیمو میذارم. الان وقت اینه که ما هندونه لیمو و نعنا رو مادل کنیم. ما اینا رو مالت کردیم، یعنی کوبیدیمشون برای اینکه کارمون قشنگ تر بشه. من میام دور این لیوانو این شکلی لیمو میزنم. حالا وقتشه که لیوانایی که دورش رو لیمو زدیم بزنیم توی شکر. حسابی شکر مالش کنیم، همه قسمت ها شکر داشته باشه. این شکلی، این یکی رو هم به همین صورت شکر میزنم. حالا هندوانه و لیمو رو میریزم داخله به همین قشنگی و سادگی. این از این. کاری که الان میخوام بکنم، یخ خورد شده دارم. توی اینو یخ خورد شده میریزم. همش ریخت زمین. الان وقت سپرایت. الان وقت امتحان کردن میشه. مرکزی فکر نکنم بشه با نی خورد، چون دونای چیزا هندونه گیر میکنه بهش. نمیشه با نی خورد. مرکه شده. حتما باید امتحانش کنید. خیلی خوشمزه شده بچه‌ها.
بی‌نظیره.